سلام به همه شما دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. من محمود هستم و حالا با یه آموزش جدید، البته نه به آموزش مثل آموزش قبلی که در مورد لاتاری بود، الان میخوام در مورد کسب درآمد باهاتون صحبت بکنم. یه آموزش جدید کسب درآمدیه که امروز میخوام بهتون یاد بدم. خب من خودم توی این سایت رفتم ثبت نام کردم و خب حالا منتظر تاییدیه هستم که اون سایت باید به من بده. قبل از اینکه آموزش امروز رو شروع بکنین، اجازه بدید من یه معرفی اجمالی بکنم که کانال محمود 20 چه مواردی رو داره آموزش میده برای دوستانی که به تازگی آشنا شدن یا ویدیو توی سایت های مختلف پخش شده و اونها دارن این ویدیو رو میبینن. من در کانال محمود 20 جدیدترین آموزش هایی که آموزش میدم رو در حوزه کسب و کار و بیزینس های آنلاین هست که در اختیار شما قرار میدم. خیلی از موارد رو خودم حتما تست میکنم که یه موقع مثلا مشکلی نداشته باشه، اسکم نباشه یا مثلا الکی و سرکاری و خیلی از چیزا نباشن. پس اگر آموزشی به شما داده میشه زحمت بکشید حتما ویدیو رو ببینید تا انتها و مواردش رو کامل مشاهده بکنید. حالا بعضی مواقع مثلا نیاز به ثبت نام داره تو سایت ها که اون ثبت نام رو شما خودتون میتونید انجام بدید. یعنی اگر من به شما آموزش ثبت نام رو ندادم، اون دیگه یه روال فوق العاده ساده است که خودتون میتونید مراحلش رو طی کنید. اما خب سعی میکنم بعضی از سایت هایی که یه مقدار پیچیده هستن رو حتما کامل توضیح بدم. در مورد روش های کسب درآمدی، ببینید من روش های مختلفی رو ارائه کردم. دوستان میان و در تلگرام پیام میفرستن، حالا یه عده لطف دارن، یه عده انتظار دارن مثلا الان که میفرستن من همین الان بهشون جواب بدم. ببینید دوستان، هیچ منتی نیست، اما من هم برای خودم کاروبار و زندگی دارم، باید جدای از بحث آموزشی که دارم اینجا آماده میکنم و ارائه میدم به کارهای متفرقه خودم هم برسم. پس اگر جوابی در تلگرام به شما الان داده نمیشه، مطمئن باشید من چک میکنم به فواصل مختلف و بهتون حتما جواب خواهم داد. پس از این مسئله ناراحت نشید و منتظر باشید، من مطمئنن براتون چک میکنم. یه عده میان و مشخصات میفرستن، میگن میخوایم ثبت نام بکنیم در فلان سایت، اگه امکان داره شما با لوکیشنی که هستید ثبت نام انجام بدید. باشه، من این کار براتون حتما انجام میدم، فقط باید منتظر باشید تا من بتونم پیام شما رو مطالعه بکنم و رسیدگی بکنم بهش، اما این کار رو انجام میدم حتما. قراره که تسهیل کننده باشه کارها، نه اینکه قرار باشه خلالی در کار چه برای شما چه برای خود من ایجاد بشه. در هر صورت لطفا آموزش ها رو که میبینید برای دوستاتون به اشتراک بذارید. من از همه دوستانی که تا به امروز ویدیوها رو پخش کردن در خیلی از سایت ها من دارم میبینم، در خیلی از کانال ها حتی لینک هاشو برای من میفرستن که ویدیوهایی که من دارم منتشر میکنم رو دوستان میان و پخش میکنن برای افراد زیادی که بتونن اونها رو ببینن، یا خیلی ها میان لینک کانال رو کپی میکنن و برای دوستاشون میفرستن. توی فروم های تالارای گفتگو من دیدم این موارد، چون یه سرچ کردم پیدا کردم خیلی از دوستانی که زحمت کشیده بودن و حالا لطف داشتن به من و تعریف کردن. پس لطفا ویدیو رو که دیدید بین دوستاتون حتما به اشتراک بذارید. خیلی خوبه که ویدیو رو دوستان زیادی ببینن تا شاید اونها بتونن حرکتی بزنن، از لحاظ اقتصادی و مالی بتونن یه حرکت و یه پیشرفتی داشته باشن. خب بریم سراغ آموزش امروز. آموزش امروز در مورد ارسال باره، یعنی شما بار بفرست پول دریافت کن، بار دریافت کن و بار رو تحویل بده و دلار بگیر. این بیشتر برای اون عده دوستانیه که خارج از ایران هستن و خارج از ترکیه، کشوری مثل یمن نمیتونه از این سیستم استفاده بکنه، کشوری مثل عراق نمیتونه، ایران هم نمیتونه، سوریه هم نمیتونه، اما سایر کشورها میتونن از ابزار جانبی که مربوط به این سایت آموزشی امروز هست میتونن استفاده کنن و درآمد خودشون رو دریافت کنن. منی که اینجا هستم حتی نمیتونم، اما خب از طریق یکی از دوستان در یکی از کشورها اقدام کردم برای دریافت اون گزینه‌ای که برای دریافت پول بود. خب بریم سراغ آموزش امروز. من سایت shippien.com رو بهتون معرفی میکنم، یه سایتی که برای ارسال و شیپینگ کالاست.
برای دوستانی که در کشورهای مختلف هستن این سایت میتونه کاربردی باشه. حالا من نمیگم شما مثلا برید از طریق این سایت برای شیپینگ کالاهاتون استفاده کنید، نه، چون هزینه هایی که داره از شما میگیره خیلی هزینه های زیادیه. یعنی شما برای یه دونه ارسال مرسوله از کشور امریکا به کشور ترکیه باید 26 دلار یا 32 دلار پرداخت بکنید بسته به وزن کالاتون. پس اصلا هزینه مقرون به صرفه ای نیست. تا زمانی که DHL, UPS و سایر سرویس های بین‌المللی هستن، خب اعتماد به این سرویس ها یه مقداری برای همه سخت میشه، کما اینکه تعاریف مناسبی هم از این وبسایت ها در سایت های بررسی وبسایت ها دیده نمیشه. یعنی خیلی از افراد ادعا میکنن که کالاهایی که دست این شرکت ها میرسه به وزنهای اصلی اونها محاسبه نمیشه و کالاها رو با وزنهای بیشتری به کاربرا معرفی میکنن تا بتونن درصد دلار بیشتری رو از مردم اخذ بکنن. اما خب با این اوصاف خیلی از افراد هستن در کشورهای مختلف که از این سایت ها استفاده میکنن. اونهایی که در اندونزی هستن، اونهایی که در افغانستان هستن، اونهایی که در حتی در ترکیه هستن، اونهایی که در کانادا هستن، در استرالیا هستن یا خیلی از کشورهای مختلف. کار این وبسایت ها ارسال مرسولات به کشورهاست، اما ما اصلا کاری به این گزینه نداریم. ما فقط به دنبال کسب درآمد هستیم، یعنی نمیخوایم هزینه بکنیم اما میخوایم پول در بیاریم. پس آموزش امروز به درد شما میخوره که میخواید کسب درآمد از این سایت داشته باشید، نه اینکه قرار باشد مثلا شما بخواید یه چیزی رو خرید بکنی برات بیارن. نه، همچین اتفاق نمیفته. شما از طریق این وبسایت میتونید کسب درآمد داشته باشید. این وبسایت به شما میتونه سرویسی رو ارائه بده که شما به جمع فروشنده ها یا به جمع پارتنرهای این مجموعه اضافه بشید، و وقتی به جمع پارتنرهای این وبسایت اضافه شدید، این وبسایت مشخصات شما رو توی وبسایتش میذاره. اونی که مثلا یه بار رو از امریکا میخواد بفرسته ترکیه که به یه مشتری تحویل بشه، مشخصات شما رو قرار میده. یا اونی که در ترکیه باشه، این که دارم میگم ترکیه به عنوان مثاله، یا مثلا من که در ترکیه باشم مشخصاتم قرار میگیره، و افرادی که در ترکیه باشن اگر نتونن بارشون رو به یه کشوری بفرستن، من میتونم براشون به عنوان مثال بفرستم، مثلا به استرالیا، به آمریکا یا به هر جایی. پس این بعد از اینکه شما وارد بخش ریسل یا پارتنر این وبسایت میشید، این امکان در اختیار شما قرار میگیره که مشخصات شما قرار بگیره. مبلغی که به شما برای ارسال یا دریافت مرسولات پرداخت میکنن از 6 دلار هست تا 45 دلار. یعنی شما یه بسته بار 1 کیلویی رو برات میفرستن از استرالیا به ترکیه، یا مثلا از استرالیا یا از هر کشوری، ببینید از فرانسه برات میفرستن، از هلند میفرستن، از مالزی میفرستن، و شما در هر کشوری که باشی اون کالا رو میتونی دریافت کنی. حتی اینجا ببینید اولین کشور افغانستانه، و بعد بیایم پایین تر کشور عزیزمون ایران هم فکر کنم نامش نمیدرخشید یا میدرخشید، بذارید من فراموش کردم اینو. بله، کشور عزیز ایرانمونم اینجا اسمش هست. یعنی اگر اینها طرف بخواد از استرالیا جنسو بفرسته به ایران، درسته نمیتونه چون در ایران پارتنری وجود نداره، اما خب شاید بتونه به صورت واسطی به یک کشور دیگه بفرسته و از طریق اون کشور کالای شما برسه به ایران یا به هر کشور دیگه که شما باشید. شخص دریافت کننده کالا، یعنی همون پارتنر که شما و من باشیم، کالا رو از فرستنده از کشور آمریکا دریافت میکنه و بعد به فرد دوم تحویل میده. فرد دوم آقای ایکس در فلان شهر افغانستان، این کالا رو میفرسته به افغانستان. کالایی که شما داری توی مثلا استرالیا زندگی میکنی و اونجا شما دفتر نمایندگی یا مثلا پارتنر این شرکت باشی، اسم مشخصات هست، فرستنده یک کالا با شما تماس میگه، میگه آقا من این رو میخوام بفرستم افغانستان. شما کالا رو میگیرید و تحویل میدید به وبسایت. این وبسایته که هزینه رو اعلام میکنه، پورسانت شما کاملا معلومه، این اون مبلغی که به شما تعلق میگیره، و بعد کالا برای مشتری شما ارسال میشه به کشور مورد نظرش. توی بحث شیپینگ کالا الان کشورهای مختلفی دارن کار میکنن. خب اعتماد کردن به خیلی از اینها یه مقداری سخته. از کشورهایی مثلا فرانسه گرفته، از چین، از آلمان، از امارات متحده عربی، دبی، از اسپانیا، از
ژاپن، ایتالیا، نیوزلند، ترکیه، هر کشوری که فکر کنید اینجا هست، حتی امریکا، تمام اینها خیلی از ارسال کنندگانشون اصلا بیزینسی تحت عنوان اینکه مثلا طرف دفتر و دستک داشته باشه ندارن. یعنی طرف تو خونش نشسته، یا طرف معلمه، یا طرف بیزینس دیگری داره. زمانی که مشتری ها بهش سفارش رو میدن، اونها بار رو تحویل مردم میدن. به عنوان مثال میخوام حالا چک کنیم چه خبره. مثلا در ترکیه ببینید، این خانم در حال ارائه خدمات، البته ترکیه دو نفر هستن که رنکینگشون هم خوبه، ولی این خانم بیشترین رنکینگ رو توی ترکیه داره، چون کلن دو نفر وجود دارن توی ترکیه که برای این شرکت بارهاشون رو میگیرن و بارها رو حتی میفرستن به کشورهای مختلف. شما تنها کاری که باید انجام بدید از گزینه بالای سایت بیکام هاست رو کلیک میکنید و یه فرمی به شما میده. این فرم رو باید تکمیل بکنید. هیچ محدودیتی به این که شما دفتر داشته باشین نداره. شما حتی در خونه خودت میتونید درآمد کسب بکنید، یه درآمد خوب. و کارش هم پارت تایمه، یعنی الان شما ممکنه یه سفارش داشته باشی، پس فردا یه سفارش، یا ممکنه تبلیغ بشه و خوب بازدید کننده بیاد، یا سفارش دهنده یا سفارش گیرنده از کشورهای مختلف برای کشور شما زیاد باشه و میتونید به راحتی درآمدی رو کسب بکنید که حتی انتظارش رو ندارید. من یکی از همین دوستانی که در ترکیه کار میکنه باهاش صحبت کردم، حالا توی این دوتا تصویرتون در ترکیه دو نفر کار باش صحبت کردم، در یک سال ایشون 3000 دلار درآمدش بوده. خب شما فکر کن 3000 دلار، اصلا شرز کنم خدمتون، فکر کن مثلا اصلا 1000 دلار درآمدش باشه، با نرخ دلار 11200 تومانی بخوام نگاه بکنیم، 11,200,000 تومان ایشون درآمدش بوده در طی یک سال. ایشون اصلا وقف این کار نشده که بگیم آقا تمام وقت و زندگیش رو وقف این کار کرده، نه، به هیچ عنوان. بیزینس دیگری داره ایشون، خودش به قول خودش میگه آقا من تدریس میکنم، اما زمانی که کارم تموم میشه و سفارشی به دست من برسه سریع انجام میدم، چون برای من تا ساعت 5:30 عصر ترکیه به راحتی میتونم کارمو انجام بدم و شیپینگ کالا یا اگر وصولی کالا باشه رو دریافت کنم، تو فرصت بعدی سریعا برای مشتری بفرستم. یعنی زمانی از ایشون نمیگیره و حتی بخوایم در نظر بگیریم هزینه‌ای که ایشون باید پرداخت بکنه بابت این مورد خیلی کمتر از اون چیزیه که فکرشو بکنید. یعنی ایشون برای دریافت این کالا فقط 5 لیر هزینه میکنه که بتونه از محل کارش تا اداره پست مراجعت بکنه برای گرفتن کالا. یا خیلی از مواقع شرکت‌های بین‌المللی مثل DHL یا UPS کالا رو مستقیم دست ایشون میرسونه. الزام به ارائه این سرویس ها برای افرادی که میخوان ازشون استفاده بکنن تنها تسهیل کننده خدمات برای افرادی هست که محدودیت دریافت کالاها رو در کشورهای مختلف دارن و الا هیچ الزامی به استفاده از این سرویس ها، در حالی که سرویس های مثل DHL و UPS هست وجود نداره، اما تسهیل کننده کار هستن. یعنی شما میتونی به راحتی به این جمع وارد بشی و کسب درآمد خودت رو شروع بکنی. خب روال ثبت نام خیلی ساده است، فقط یک مانع برای دوستانی که در ایران هستن و برای یک مانع برای دوستانی که در ترکیه هستن وجود داره. البته ببینید اینجا این بهتون بگم که مثلا با پست میفرسته، با فیدکس میفرسته، با DHL، UPS و TNT، اینا پست های خیلی معروفی هم هستن، مخصوصا DHL. البته به تازگی DHL طبق تحریم هایی که اتفاق افتاد سرویس هاش رو به ایران بست، حتی از ترکیه شما دیگه نمیتونی از طریق DHL محصولات رو به ایران بفرستی. UPS هم که کلا مرخص، یعنی اصلا ارسال سرویس به ایران ندارن. حالا فیدکس و TNT رو واقعا نمیدونم که آیا سرویس دارن یا نه. سرویسی مثل شرکت پست که اینجا هم وبسایتش مشخصه، پست جهانی هم بخشی از سرویس‌هاش به ایران انجام نمیشه. یعنی شما اگر از چین جنسی رو خرید بکنید نمیتونید مستقیم به ایران بفرستید و اینها جزء موانع خیلی بدی هست که وجود داره. ما تا روزی که نتونیم از این موانع
عبور بکنیم مطمئنا شانسی برای موفقیت نداریم. البته یادتون باشه یا همیشه باید یه راهی پیدا بکنیم یا باید یه راهی بسازیم که ما خودمون داریم این راهو میسازیم، نباید منتظر باشیم که مثلا بیان تحریم رو بردارن، چون شما خودتون هم خیلی خوب میدونید که این تحریما به جای اینکه کمتر بشه بدتر میشه، بیشتر میشه و باعث میشه که مردم ضربه آخر رو بخورن، نه دوستانی که مثلا سمتی دارن و شغلی دارن و غم غصه‌ای ندارن و کسب درآمد هم براشون سخت نیست، چون همه چی سرمایه دولت مملکت دستشونه و یه اختلاس خیلی راحت زندگی و اموراتشون تا یکی دو ما میگذرونن. اما برای من و شمای نوعی خیلی میتونه سخت باشه، چون ما در دورانی زندگی میکنیم که یا باید با فکرمون پول در بیاریم یا با زور و بازو استفاده بکنیم پول در بیاریم. پس باید یه راه بسازیم یا یه راه پیدا کنیم، بدون این دوتا کاری نمیشه انجام داد. یعنی اگر بشینی پول سراغت نخواهد اومد، تلاش باید بکنی و صبر داشته باشی تا به نتیجه برسی. خب برای ثبت نام کردن بیکام هاست رو میزنید، یوزر نام کاربریتون، فامیلی نام خودتون، اسمتون چیه، فامیلیتون چیه، آدرس ایمیلتون، یه رمز میزنید و بعد از اون گزینه عضویت رو فشار میدید. در مرحله دوم از شما ببینید سخت‌ترین مسیر این آموزش اینجاست که از شما حساب پیپال میخوان. حساب پیپال شما نداشته باشی با این شرکت نمیتونی راحت کار بکنی، چون اینها واریزهاش تماما به صورت آنی از طریق پیپال انجام میشه و این یه مانع برای من و شماست. حالا چطور میشه این مانع رو گذروند؟ باید از افراد امینی که در کشورهای دیگر هستن و میشناسیمشون کمک بگیریم تا برای ما حسابی باز بکنن، حالا پیپال به نام خودشون یا به هر شکلی اگر بتونن به نام ما آماده بکنن ارائه بدن عالی میشه. اما در دوستانی که در کشورهایی مثل آلمان زندگی میکنن یا در کانادا یا در استرالیا یا خیلی از کشورها، چه ایرانی باشن چه افغان باشن چه هر کشور و ملیتی داشته باشن، هیچ فرقی نمیکنه. نمیگن آقا شما ایرانی هستی، شما لازمش اینه که، چون اونها با ایرانی که مشکل ندارن، با خود کشور ایران مشکل دارن، اما شما به عنوان ایرانی اونجا میتونید مدارک اقامتی یا مدارک پناهندگی که توی کشورها داری رو ارائه بدی و حساب پیپالت رو اکتیو بکنی. یا دوستانی که در افغانستان هستن هم همینطور، فرقی نمی کنه، چون دنیا با افغانستان مشکلی نداره و خب شما راحت میتونید این کار رو در کشور خودتون راحت استارت بزنید. اما دوستانی که در کشورهای مختلف هستن، این کار و این بیزینس براشون راحت ترین کاریه که میتونن انجام بدن، چون از طریق این بیزینس اونها میتونن درآمد خیلی خوبی رو کسب بکنن. بعد از اینکه شما در این وبسایت ثبت نامتون انجام دادید و حساب پیپالتون، یعنی ایمیلی که مربوط به پیپالتون بود و ثبت کردید، منتظر میمونید تا اولین سفارش برای شما ثبت بشه. منتها یادتون باشه حتما حتما شماره تلفن رو بذارید که بتونید پاسخ مشتریتون رو بدید و شماره تلفن و آدرس ایمیل رو ثبت بکنید که اگر از طریق سایت برای شما اطلاعات رو اس ام اس کردن یا ایمیل کردن دستتون برسه و مطمئن باشید بیزینسی که امروز شما استارتش رو میزنید یکی از بیزینس‌های خیلی خوب در دنیا به حساب میاد که شما میتونید روز به روز باعث پیشرفت خودتون در امورات مختلف بشید و میتونید باعث حداقل میشه گفت بالا رفتن کسب درآمدتون از طریق فریلنسری یا شغل‌های آزاد باشه، که این جز مواردیه که نه وقت و زمان شما رو میگیره، نه انرژی زیادی از شما میخواد، هیچ چیزی نمیخواد، نه نیاز به دفتر دارید، نه نیاز به هیچی. عملا شما استارتتون فقط با یه آدرس اینترنتی ایمیلتونه و یه دونه اینترنت و یه دونه موبایلی که دارید دیگه. مشتری شما که تلفن شما رو نداره بخواد به شما زنگ بزنه، ولی شما میتونید به راحتی تبلیغ هم انجام بدی و مشتریان متفرقه هم جذب بکنی که هم جدایی از پورسانتی که سایت به تو میده بتونی پولهای مختلفی رو هم از هزینه بسته‌بندی یا ارسال کالاها از مشتریات اخذ بکنی. کار کثیفی نیست مطمئنن، کار تمیزیه، یعنی شما اصلا نیاز نیست که بخوام مثلا دو تا کیسه بندازی رو دوش تو از این خیابون به اون خیابون بری، به هیچ عنوان همچین جریانی نیست. بسته دست شما شه که یه ترکیب خیلی حرفی بسته بندی شده رسیده، شما هم رو باید بفرستید به کشور مبدأ. خب توضیحات کاملتر رو شما بعد از اینکه عضو شدید میتونید، بعد از اینکه عضویت پیدا کردید، منوی عضویت رو تکمیل که کردید بهتون میدن، فیلم آموزشی هست که میتونید ببینید و میتونید بیزینس خودتون رو از طریق این وبسایت به راحتی انجام بدید. ببینید اینجا هم نوشته 3 قدم تا در آوردن پول. اولیش اینه که عضو میشید، بعد اکانتتون رو وریفای میکنید و در نهایت از بسایی رسیده کسب درآمد دلاری انجام میدید.
امیدوارم که آموزش امروز برای دوستانی که خارج از ترکیه هستن، دوستانی که خارج از ایران هستن، جز ایران، ترکیه، یمن و سوریه و عراق و یک کشور دیگه هم بود که حالا نمیدونم، همین 5 تا 6 کشوری که تحریم و جز روزگاران سخت رو دارن میگذرونن، بقیه کشورها میتونن توی این کسب و کار، دوستان فارس زبانمون میتونن استارت بیزینس رو توی این وبسایت ها بزنن. به شخصه امیدوارم که همه دوستان درآمدهای خیلی خوبی کسب بکنن و امیدوارم که انشالله به مرحله رسیدید که پولتون رو کسب کردید، بیایید و زیر ویدیو بنویسید که من این تومن 10 دلار، 20 دلار، 30 دلار چقدر گرفتید. هر چقدر گرفتید رو بیایید و بذارید که هم شما میدونی که دوستان زیادی از به کسب درآمد رسیدن شما خوشحال میشن و هم اینکه بقیه میتونن امیدوار بشن به اینکه این بیزینس ها مطمئنن مثمر ثمره و میتونن به راحتی کسب درآمدهای خوبی رو از طریق این بیزینس ها به دست بیارن و استارت یک مشاغل و یا کسب و کارهای آنلاین رو برای خودشون هم در اقصا نقاط دنیا بزنن. خب زحمت بکشید این ویدیو رو بعد از اینکه دیدید حتما توی تلگرام و شبکه‌های اجتماعی در سایت‌های مختلف که عضو هستید یا لینکش رو بذارید و یا اینکه خود ویدیو رو منتشر بکنید. مهم اینه که این ویدیو دست علاقمندانی برسه که به دنبال کسب درآمد اینترنتی هن. مهم اینه که افراد زیادی که سرگردانن و واقعا نمیدونن چه حرکت‌هایی میتونن بزنن برسه. مهم اینه که یه عده شاید توان زور و بازویی نداشته باشن یا مشکلات جسمی داشته باشن نتونن کارهای فیزیکی انجام بدن. شما با انتشار این ویدیوها میتونید کمک بکنید به اون عده دوستان که اونها هم بتونن از لحاظ درآمدی به یه نقطه از سطح معقول درآمدی برسن. پس ویدیو رو زحمت بکشید حتما شیر کنید به دوستاتون، لایک فراموش نشه، سابسکرایب کنید حتما کانال من رو در یوتیوب تا در جریان جدیدترین ویدیوها هر روز قرار بگیرید. خیلی خوشحالم از اینکه وقت گذاشتید، ممنون از شما که این ویدیو رو دیدید و شنیدید. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که شب و روز خیلی خوبی داشته باشید. همتون رو به خدا میسپارم، خداوند یارو نگهدار همتون باشه.